بخش پیام های فیسبوکی شما در صفحه فیسبوک خیابان زندگی که بله پیام های امشب انعکاس نظرات شما هست نسبت به این سوال ما در صفحه فیسبوک خیابان زندگی و البته گزارش و گفتگویی که داشتیم که آیا ورود به استادیوم ها و فضاهای ورزشی باید به عنوان یک مطالبه از سوی زنان مطرح بشه، یک مطالبه جدی یا نه؟ زهره پاسخ داده است: به نظر من این موضوع یک عقده میتواند باشد که تبدیل به یک بهانه شده. به نظر من یک زن نیازهای بیشمار پنهان دیگری دارد. وقتی از موضوعی به عنوان یک مشکل یاد میکنیم، باید ببینیم بود و نبودش چقدر میتواند تاثیرگذار باشد. مشکل زنان جامعه من این است که نمیدانند چه میخواهند. اما بیتا نظری متفاوت داشته است و نوشته: شاید مسئله استادیوم رفتن زنان به نظر بعضی ها پیش پا افتاده باشد، ولی در واقع یکی از مسائل اساسی حقوق زنان به شمار می آید. به این دلیل که وقتی زنان را از حضور در یک مکان عمومی مثل استادیوم های ورزشی منع می کنند، در واقع موجودیتش را زیر سوال می برند. مثل جشن به ظاهر ملی که چند روز پیش برای فوتبال برگزار شد و زنان را پشت درهای استادیوم نگاه داشتند. این در واقع یک توهین مستقیم به جنسیت زنان است. وقتی کوچکترین حقوق شهروندی یک انسان به خاطر جنسیتش نادیده گرفته می شود، چطور انتظار دارید که به بقیه حقوق مدنیتان دست پیدا کنید؟ بنابراین از نظر من باید مسئله حضور زنان در استادیوم های ورزشی به عنوان یک مطالبه مهم مد نظر قرار بگیرد. فریبا به نکته اشاره کرده است. گفته است: بله، این مطالبه می تواند به عنوان یکی از گام های رسیدن به برابری در نظر گرفته شود، اما نباید این مطالبه آنقدر برجسته بشود که بقیه مطالبات به دست فراموشی سپرده شود. بهنام میگوید: سوال اینه که چرا زنان می توانند در انتخابات شرکت کنند و رأیشان به حساب می آید، اما نمی توانند وارد استادیوم و فضاهای ورزشی بشوند. بهانه‌ای که آقایان می آورند این است که محیط استادیوم ها ناسالم است و فحش و ناسزا در آنها زیاد. یک بار هم به خانم ها اجازه ورود به استادیوم ها را بدهند تا آقایان حداقل به خاطر حضور زن ها مجبور به رعایت ادب بشوند. بله، با صحبت های آقای بهنام به پایان این بخش رسیدیم. یادتون باشه با این برنامه از طریق فیسبوک و ایمیل در تماس باشید که آدرسش رو روی تگ برنامه همکاران مرتب روی صفحه گیرنده هاتون درج میکنن. هر جا هستید شاد باشید، تندرست باشید و خنده بر مشکلات یادتون نره. تا درود دیگر بار در برنامه خیابان زندگی.